بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بخشنده مهربان و با سلام وقت بخیری حضور یک و یک شما بیننده های گرامی، مخصوصا شما شاگردان عزیز و زحمتکش. خدا کند وقت خوب و خوشی داشته باشید و لباس عافیت به تن داشته باشید. شاگردان عزیز، به جلسه 47 از مضمون ریاضی صنف دهم قرار داریم. موضوعاتی که در این جلسه مورد بحث ما میباشه ارتباط میگیره به بحث معادله دایره یا بحث معادلات دایره میایم بررسی میکنیم. طوری که شما به جریانید، ما در جلسه قبلی در ارتباط به خود دایره اومده بحث کردیم، گفتیم که محل هندسی نقاطی که در یک مستوی واقع باشه و از یک نقطه ثابت و فاصله مستوی قرار داشته باشه به نام دایره یاد میشه و همچنان معادله معیاری یا استاندارد دایره اومدیم از چی؟ از خود سیستمی که میاد فیزیک اومدیم رسم کردیم، ثبوت کردیم و به دست آوردیم که معادله معیاری یا استاندارد دایره میشه x منفی h کل مربع جمع y منفی k کل مربع مساوی میشه به r مربع. حال با توجه به این معادله معیاری میایم سوالاتی که مربوط به این معادله میشه میایم مثال ها کار میکنیم. اولین مثالی که داریم به این شکل مداده شده که معادله دایره به شکل x منفی 5 x منفی 5 کل به توان 2 مثبت y مثبت 3 کل به توان 2 مساوی به 36 داده شده است. شما مختصات مرکز و شعای دایره به دست بیاریم، یعنی هم مرکز دایره به دست بیاریم هم شعای دایره به دست بیاریم. خب خوندیم، ما در جلسه قبلی خوندیم که مرکز دایره سی با مختصات h و k فرض کنیم، h و k، و این شکل معادله ما اومدیم دریافت کردیم x منفی h کل مربع مثبت y منفی که کل مربع مساوی به r مربع، که h و k عبارت از مرکز دایره بود و r هم شعای دایره بود. و در همین معادله که ما داده شده همچنان مرکز از ما خواسته دریافت کنه و شعار خواسته. پس با توجه به این معادله x منفی h x منفی 5، پس این منفی با این منفی چیکار میشه؟ ضرب میشه، میشه مثبت. پس در حقیقت h ما چند میشه؟ h ما میشه مثبت 5. و وای منفی که پس اینجاگا وای مثبت 3 داریم، این مثبت با یه منفی که به خود اصل فرمول داریم ضرب میشه، مثبت ضرب در منفی میشه منفی، پس که ما مساوی به چند شد؟ که ما مساوی به 3 یا منفی 3 به اصطلاح، یعنی منفی 3. و همچنان آر مربع که بیاییم بررسی کنیم، آر مربع مساوی میشه به چند؟ مساوی میشه به 36. اگر از هر دو طرف ما بیاییم جذر بگیریم، توان به درجه جذر خط میخوره و از این قسمت میشه آر، آر مثل این میشه جذر مربع 36 تن میشه 6. با توجه به سوال که ما گفته شما هم مختصات مرکز به دست بیاریم هم شعار به دست بیاریم، ما در حقیقت بیمادیم هم مرکز به دست آوردیم هم شعار به دست آوردیم، که مرکز دایره سی با مختصات ایچ و که ایچ ماسته 5 و کم هم هسته منفی 3، یعنی میشه 5 و منفی 3، این میشه مرکز دایره. و همچنان شعای دایره ما به دست آوردیم که آر مساوی به چند شد؟ مساوی به 6 شد. که به این ترتیب با استفاده از همین معادله معیاری و استاندارد دایره بیامدیم جزء سوال کار کردیم. خب دومین مثالی که در ارتباط به این موضوع داریم به این شکل ما داده شده که مختصات مرکز یک دایره سی با مختصات منفی 3 و 4 می باشه. پس می نویسیم سی با مختصات منفی 3 و 4، این میشه مختصات مرکز. و طول شعای دایره هم 5ه، پس آر مساوی به چند میشه؟ آر مساوی به 5. معادله دایره شما تشکیل بدیم، معادله دایره چکا کنیم؟ تشکیل بدیم. پس ما میگیم وقتی که مرکز دایره منفی 3 و 4 باشه، در حقیقت منفی 3 h و 4 هم هسته چی؟ k. r هم داریم، پس با توجه به این معادله میگیم چیکار میکنه؟ قیمت گذاری میکنه، میشه x منفی h، منفی خود از این منفی ضرب میشه، منفی ضرب منفی میشه مثبت، به عوض h هم میگذاریم 3، کل به توان 2 مثبته. y منفی k، y منفی که هم هسته 4، پس میگذاریم y منفی 4 کل به توان 2،
مسیحی میشه به آر بتوانه دو. آر معصد پنج، اگر ما بیم به توان برسانیم یعنی پنج بتوانه دو که میشه 25. پس مسیحی به چند میشه؟ مسیحی 20 میشه به 25. این معادله معادله استاندارد دایره میشه. خب نکته اینجاست که اگر خواسته باشیم معادله معیاری استاندارد معادله مشرع یا معادله عمومی تبدیل کنیم، چگونه تبدیل میکنیم؟ با استفاده از مطابقتا انکشاف میدیم معادله، و معادله به حالت چی تبدیل میشه؟ به حالت عمومی یا مشرع تبدیل میشه. اگر ما ببینیم همین معادله که میمادیم بررسی کنیم یا دریافت کنیم بیر به معادله مشرع تبدیل کنیم، به این شکل تبدیل میکنیم با استفاده از مطابقت A مثبت B کل به توان دو، یا A منفی B کل به توان دو. اگر ما بیایم این بیایم بر اساس مطابقت ها انکشاف بدیم، به این شکل ما میگیم که A مثبت B کل به توان دو داریم که میشه A به توان دو مثبت 2AB مثبت B به توان دو. و همچنان این قسمت چون منفیه پس میشه A منفی B، A منفی B کل به توان دو. بر اساس از این مطابقت میشه A به توان دو منفی 2AB مثبت B به توان دو. حال می قیمت گذاری میکنه X ما فرض میکنه A 3 ما مسته B، از این قسمت Y A باشه و 4 هم چی باشه؟ B باشه. به متوجه به همه مطابقت هایی که داریم این معادله انکشاف بدیم، میشه A به توان دو پس میشه X به توان دو مثبت 2 ضرب A ضرب B، مثبت 2 ضرب در A ما مسته X ضرب در B ما مسته 3، مثبت B به توان دو مثبت C به توان دو. خب بنابراین معادله بعدی یا این قسمت رو ما بیاییم انکشاف بدیم، Y منفی 4 بر اساس از این مطابقت A به توان دو یعنی Y به توان دو، و منفی 2 ضرب در A ضرب در B، 2 ضرب در Y ضرب در 4 مثبت B به توان دو یعنی 4 به توان دو. مسیحی به چند میشه؟ مسیحی میشه به 25. یا میتونیم 25 رو انتقال دیم به سمت چپ به شکل بنویسیم، میشه منفی 25 مسیحی به چند؟ مسیحی میشه به 0. خب بیم رابعه یا قیمت گذاری که کردیم، بیم سوال ساده تر بسازیم یا یه اجزار ساده بسازیم. x مربع ما خودی باشه مثبت 2 ضرب 3 میشه 6x، 2 ضرب 3 میشه 6 x ما هم خودی، مثبت 3 به توان 2 یعنی 3 ضرب 3 میشه 9، مثبت y به توان 2 رو هم خودی می نویسم منفی 2 ضرب 4 میشه 8، 8 y، و مثبت 4 به توان 2 یعنی 4 ضرب 4 میشه 16، یعنی هم 16، و منفی 25 هم داریم مسیحی به چند؟ مسیحی میشه به 0. خب اگر ما بیایم این ساده بسازم، x مربع خود باشه مثبت y مربع هم خود باشه به این قسمت، مثبت 6 x را هم بنویسم و همچنان منفی 8 y را هم بنویسم، عدد ها ثابتی که ایمونه با هم جمع و تفریق کنیم، یعنی هم علامه ها جمع کنیم مختلف علامه ها منفی کنیم، مثبت 9 اینجا داریم مثبت 16 اینجا داریم میشه 16 با 9 جمع کنیم میشه 25، و اگر ما بیاییم مثبت 25 و منفی 25 هم در نظر بگیریم میشه 0 که مسیحی به چند میشه؟ مسیحی میشه به 0. در حقیقت ما بیاییم این معادله به این شکل به معادله چی تبدیل کردیم؟ به معادله مشرع تبدیل کردیم. پس در خلاصه راجع به معادله مشرع دایره اگر ما بیاییم بررسی کنیم به این شکل میگیم که برای تبدیل معادله معیاری یا استاندارد دایره به معادله مشرع میم با استفاده از مطابقتا معادله چکار میکنیم؟ انکشاف میدیم تا معادله مشرع تبدیل شه. خب پس عنوان ما بحث به نام معادله مشرع دایره میشه، معادله مشرع دایره، مشرع دایره. خب شاگردان عزیز، طوری که ما گفتیم که برای تبدیل معادله معیاری یا استاندارد دایره به معادله مشرع میایم با استفاده از مطابقتا چیکار میکنیم؟ معادله تبدیل میکنیم، یعنی انکشاف میدیم به معادله مشرع تبدیل میشه. این معادله معادله معیاری یا استاندارد داره، اگر با استفاده از مطابقت ما بیایم انکشاف بدیم به معادله چی تبدیل میشه؟ به معادله مشرع تبدیل میشه. این شکل بنویسیم که x منفی h کل مربع
مثبت وای منفی که کل مربع مساوی میشه با آر مربع. اگر ما بیایم بنویسیم میشه بر اساس از این میشه x مربع منفی 2 ضرب در x ضرب در چی؟ h. یعنی 2 ضرب x ضرب در h مثبت h مربع. خب این شد از این بحث اولیمون. این قسمت رو بیایم بر اساس مطابقت ها این کشاف بدیم. میشه y مربع و منفی 2 ضرب در y ضرب در k مثبت که مربع. آر مربع هم انتقال نبیسن میشه منفی آر مربع. مثلی میشه به چی؟ مثلی میشه به صفر. که در حقیقت انمی معادله، معادله چی بیان میکنه؟ معادله مشرع دایره بیان میکنه. اگر در همین معادله مشرع ما بیاییم به عوض منفی ایچ، این قسمت منفی دو ایکس دو ضرب ایک ضرب ایچ، یعنی به عوض منفی ایچ بیاییم در نظر بگیریم، به عوض منفی ایچ مثل جیر بگذاریم. قیمت گذاریه فقط میگه بیواز از این چیکار میکنه؟ یک تغییر شکل نمیدین در معادله. بیواز منفی ایچ بیاییم جیر وضع کنیم و همچنان بیواز منفی که، بیواز منفی که هم بیاییم اف فرض کنیم بگذاریم. چی بگذاریم؟ اف. و بیواز عبارت ایچ مربع مثبت که مربع منفی آر مربع که ما شعار داریم به این قسمت چی وضع کنیم؟ سی وضع کنیم. خب معادله چگونه شکلی وقوع میگیره؟ یعنی شکلی که ما میتونیم با معادله بنویسیم به این شکل بنویسیم: x مربع مثبت y مربع مثبت 2gx و مثبت 2f fy مثبت c مساوی میشه به صفر. یعنی دقیقاً معادله چی؟ معادله مشرع ساده تر میشه که ما میتونیم به این شکل بیان کنیم. خب انمی معادله، معادله عمومی دایره گفته میشه. خب که مرکز ازی باشه چی؟ باشه منفی جی و اف. مرکز ازی باشه منفی جی و اف و یا منفی اف و شوهای دایره به این شکل نمیشته میشه یا دریافت میشه که میشه جی مربع مثبت اف مربع منفی سی داخل جسر. این میشه شوهای دایره. حالا اگر ما بیاموده همین شوهای دایره رو به دست آوردیم که جی مربع مثبت اف مربع منفی سی، با توجه به این ما اگر بیاموده همین قیمت به دست آوردیم، یعنی رابطه جی مربع مثبت اف مربع منفی سی، این عدد مثبت شد، قیمت گذاری کردیم، قیمت از این عدد مثبت شد، دایره دایره حقیقی گفته میشه. پس به این قسمت میگیم دایره چیه؟ دایره حقیقیه. و اگر ما بیامادیم جی مربع مثبت اف مربع منفی سی رو به دست آوردیم و مساوی به صفر شد، یعنی قیمت از چی شد؟ صفر شد، دایره نقطویه. دایره چی میشه؟ نقطوی میشه. نقطوی. و همچنان اگر ما اومدیم جی مربع مثبت اف مربع منفی سی مساوی به صفر به دست آوردیم و این منفی شد، یعنی قیمت منفی به خود گرفت، خب دایره چی میگیم؟ میگیم که دایره مجازی میباشه یا وجود نداره اصطلاحا. پس میگیم به یه حالت دایره چی میشه؟ مجازی میشه. که با توجه به چی؟ با توجه به آر مساوی به جی مربع مثبت اف مربع منفی سی، ما میتونیم امیر قضایار چی بکنه؟ در نظر بگیریم. خب و همچنان معادله مشرع دایره میتونیم به اشکال مانند معادله دایره میتونیم به این شکل هم بنویسیم: x مربع مثبت y مربع مثبت x مثبت by مثبت c مساوی به صفر. یعنی هر جایی که ما به این شکل هم دیدیم این معادله چی بیان میکنه؟ معادله دایره بیان میکنه. و یا میتونیم به این شکل بنویسیم: x مربع مثبت by مربع مثبت dx و مثبت ey منفی f مساوی به صفر. خب این زمان معادله، معادله دایره بیان میکنه که او بی عددن و علامتن مساوی باشه. یعنی در همین وقت ما میگیم که معادله دایره که
هم ا و هم بی علاوه عدد و علاوه علامه چی باشه؟ عین چیز باشه. باز اگر ما اینو مختلف باشه حالتایی که انشاءالله با در صنف 11 هم میاییم بررسی میکنه. مثال دارم در ارتباط به همین بحثی که معادله مشرع دایره، مثال به این شکل ما داده شده که مختصات مرکز و شعای دایره زیر رو به دست آورید. x مربع مثبت y مربع منفی 6x مثبت 8y منفی 11 مستقی میشه به صفر. شما گفته که مختصات مرکز همی دایره رو هم به دست بیاریم و همچنان شعای همی دایره رو هم به دست بیاریم. وقتی معادله مشرع برای تبدیل از این میگیم، اولین کار که میکنه این معادله به معادله ما چی تبدیل میکنه؟ به حالت معیاری یا استاندارد تبدیل میکنه. برای تبدیل معادله مشرع به معادله معیاری از تکمیل مربع ما کار میگیریم. تکمیل مربع رویشه که شما در صنف 9 مطالعه کردیم. خب x مربع خودی باشه منفی 6 x هم می نویسیم و مثبت y مربع می نویسیم مثبت 8 y منفی 11 هم داریم مساوی به 0. اگر همین معادله ما بیایم در نظر بگیریم، این حالت رو بیایم یک جا در نظر بگیریم، این حالت رو بیایم یک جا در نظر بگیریم، میتونیم به این شکل بنویسیم x مربع منفی 6 x ضریب x نصف کنیم. ضریب x که ما چنده میشه 6، اگر نصف کنیم میشه 3. همین 3 یک بار مربع کنیم با افاده جمع کنیم یک بار چی؟ منفی، یعنی 3 به توان 2 با علامه منفی بیالت. و همچنان مثبت y مربع مثبت 8 y در نظر میگیریم و انمی معادله اگر خواسته باشیم ما به حالت تکمیل مربع بنویسیم، ضریب y نصف میکنه، ضریب y میشه 8، 8 نصف کنیم میشه 4، 4 یک بار مربع میکنیم با افاده به حالت جمع و یک بار به حالت چی؟ به حالت منفی مینویسیم میشه منفی 4 مربع. خب منفی 11 هم داریم مثل به 0 هم خوده باشه. هر صد اول اگه ما بیایم در نظر بگیریم به شکل چی؟ به شکل یک توان کل میتونیم در نظر بگیریم، یعنی یه حالت رو بیاییم از این قسمت x، از این قسمت 3، علامه رو از این وسط انتخاب میکنیم میشه منفی کل به توان چند؟ کل به توان 2 و منفی 3 به توان 2 هم میشه 9، پس میشه 9 به این شکل. حال مثبت، خب این صد اول از این ما اگه در نظر بگیریم از این میشه وای ما، یعنی جنس اگه بگیریم از 4 مربع میشه 4، علامه رو از این وسط بگیریم میشه مثبت کل به توان چند؟ کل به توان 2 و منفی 4 مربع میشه 16، منفی 11 مساوی به چند؟ مساوی به 0 داره. با توجه به معادله که ما بعد از شما بیایم جمع‌تر بنویسیم، یعنی x منفی 3 کل به توان 2 خودی باشه و همچنان مثبت y مثبت 4 کل به توان 2 هم خودی بنویسیم، منفی 9 داریم، منفی 16 داریم و همچنان منفی 11 داریم. اگر اینو با هم جمع کنیم منفی 9 با منفی 16 جمع کنیم منفی 25، منفی 25 با منفی 11 جمع کنیم میشه منفی 36، میشه منفی 36 مساوی به چند؟ مساوی میشه به 0. خب اون یه معادله میگیم که x منفی h، x منفی 3 کل مربع مثبت y مثبت 4 کل مربع مساوی میشه 36 تا هم انتقال دیم به این سمت علامه میشه مثبت 36. اگر ما بیاییم معادله معیاری میاییم در حالت در نظر بگیریم، معادله معیاری به این شکل بود که x منفی h کل به توان 2 مثبت y منفی k کل به توان 2 مساوی میشه به r به توان 2، یعنی معادله این شکل به خودش. خب ما گفته که شما بیاییم هم مرکز از این دایره رو به دست بیاریم هم شعای دایره رو به دست بیاریم. با توجه به اینکه مرکز رو به دست بیاریم ای چوکه مرکز دایره میشه، پس میشه این منفی خود از این منفی از این ضرب میشه، منفی ضرب منفی میشه مثبت، پس h ما در حقیقت چنده؟ h ما میشه c بنویسیم، c با مختصات h و k
و که. این میشه مرکز. این قسمت میشه سی با مختصاته. ایش ما چنده؟ ایش ما هسته سه. و که هم اگه ما به دست بیاریم منفی و مثبت ضرب کنیم میشه منفی. پس که میشه منفی چار. یعنی به همین سادگی ما با استفاده از تکمیل مربع توانستیم که معادله مشرر با معادله معیاری تبدیل کنیم و همچنان مرکز رو به دست بیاریم. خب شعار هم از ما گفته شما دریافت کنیم. آر مربع مساوی به 36 ده. پس میگیم که آر مربع مساوی به چند میشه؟ مساوی میشه به 36. اگر ما بیایم از هر دو طرف همین معادله از این طرف هم جذب بگیریم از این سمت هم جذب بگیریم، در حقیقت چی به دست میآید؟ توان با درجه جذر میشه خط بزنیم. آر مساوی میشه جذر مربع 36 تا میشه 6. پس این شد مرکز دایره، این هم شد شعاع دایره که به همین سادگی با استفاده از این رابطه اومدیم معادله مرکز دایره را به دست آوردیم و همچنان شعاع دایره را به دست آوردیم. خب روش ساده‌تر از این تکمیل مربع وجود داره که خوبه که اون هم شما بفهمیم. در بعضی مثال ها ما میتونیم از اون چیکار کنیم کار بگیریم. به این شکل که اگر ما میگه که شما مرکز همی داره به دست بیارین یا شوهای همی داره به دست بیارین میتونیم به این شکل بنویسیم. همیشه در نظر داشته باشیم که اگر ضریب ایکس ضریب ایکس ما بیاییم تقسیم منفی دو کنیم و ضریب وای هم تقسیم منفی دو کنیم ایچ و که به دست میاره. وقتی ما میگیم که ایچ ما به دست بیارم میتونیم به این شکل بنویسیم ضریب x ما چند میشه؟ ضریب x که توان 1 و ضریب y که توان 1 میشه منفی 6. منفی 6 به منفی 2 تقسیم میکنن. در حقیقت منفی تقسیم منفی میشه مثبت 6 تقسیم 2 میشه 3. ما در قسمت تکمیل مربع که به دست آوردیم h ما چند به دست اومد؟ h ما 3 به دست اومد. و همچنان ضریب y که که باشه که مثل میشه ضریب y ما میشه مثبت 8 تقسیم منفی 2 کنیم. مثبت تقسیم منفی میشه منفی 8 تقسیم 2 هم میشه 4. پس ما شما میتونیم با استفاده از این رابطه ساده معادله یا مختصات مرکز دایره به دست بیاریم، در صورتی که معادله بالاته چی داده شده باشه؟ بالاته مشرح داده شده باشه. پس میگیم که 3 و منفی 4 هم میشه چی؟ میشه مرکز امی دایره که ما داده شده. خلاصه موضوعاتی که در جلسه مورد بحث قرار دادیم ارتباط به بحث معادله دایره، معادله معیاری و معادله مشرع دایره بود که اومدیم بررسی کردیم و همچنان سوالات مربوط به معادلات دایره برای اومدیم بررسی کردیم. موفق و پیروز باشید.